وطنداران محترم، دکتر صاحبا، معسلین عزیز در خارج و داخل افغانستان، سلام. دکتر مصادواری یک بار دیگر امشب از طریق چنل یوتیوب و سلسله درسای رادیولوژی و سیستم هضمی میرسیم به امراض منتشر کبد و این لکچر تایی چند ویدیو به شما تقدیم میکنم. این معلومات هم برای محصلین، هم برای دکتران، هم برای رادیولوژیست ها و همچنان برای کسایی است که میخواه معلومات در مورد امراض منتشر کبد که شامل زردی، که شامل یا به اصطلاح هپاتیت، سیروز جگر و همچنان جگر چپ و امراض ذخیروی میباشه قیلی جر گنجانیده شده، کوشش کردیم با بسیار به شکل عامیانه و عام‌فهم ترتیب کنم و با مثال ها مشکلات واضح بسازم. با ما باشین. میریم سر از اینکه امراض منتشر جگر چی هست و چرا ما ایره منتشر میگیم و چرا میراقی میگیم یا غیر منتشر. این طبقه بندی که بین آفات که ما کردیم که منتشر و غیر منتشر است، از نظر هیستولوژی کدام اهمیت نداره، فقط برای ما آسان میسازه تا از نظر گراس اناتومی یا به شکلی که ما میبینیم در رادیولوژی مشکلات بتانیم بسیار به خوبی و آسانی کلاسیفیکیشن کنیم، تقسیم بندی کنیم تا بتانیم یک رای درست برای تشخیصش پیدا کنیم. در تشخیص امراض منتشر کبد به صورت عموم در تشخیص هر مرض، تاریخچه خود مریض، ماینه کلینیکی، ماینه لابراتوری، ای آینه آیز اهمیت است. رادیولوژی هم جزی از معایناتی است که در صورت که مشکل در کبد اگر مشکوک بود میتونیم یا استفاده میشن از معاینات رادیولوژی کبد. این معاینات میتونه اولتراساوند باشه، میتونه سی تی باشه، میتونه با کانترست یا بدون کانترست باشه، میتونه ام آر آی باشه در فازهای مختلف با کانترست های وصفی و غیر وصفی. همش تا یه لکچر در امراض خاص با شما تقدیم خود شد. امراضی که در این لکچر در نظر گرفتیم عبارت از هپاتیت یا التهاب جگر که به اصطلاح عامش زردی، بخش دوم یا قسمت دوم سیروز جگر یا سختی جگر یا چملک شدن جگر، بخش سوم چربی منتشر جگر یا جگر چرب و بخش چهارم امراض ذخیروی جگر می باشد. هپاتیت یا زردی چی است؟ هپاتیت کلمه لاتین است که از هپر و آی تی اس یک پسوندی است که برای التهاب داده میشه. وقتی که هپر که به اصطلاح جگر است التهابی شوه، ای را هپاتیت میگن. در زبان فارسی عامیانه ما به نام زردی داریم که میتونیم توسط بعضی از اعراض و علائم که بارد زرد شدن است، یکی از علائمی است که در تای زردی ها میتونیم ببینیم. همچنان در افغانستان به نام زردی سیانی زیاد میکنن، نظر به ایست که کدام نوع هپاتیت است و چی هست علت ایست. علت های مختلف میتونه سبب به وجود آمدن زردی یا هپاتیت شد. میتونه علت های انتانی یا منشه ویروسی یا میکروبی داشته باشه، میتونه علت های غیر انتانی داشته باشه که به هیچ نمونه مثالش الکول است یا ای که زهرا است. التهاب جگر میتونه بسات خود به خودی شفایاب شد که اکثر هم کسایی که زردی گرفتن میبینن که یک هفته یا دو هفته در سابق میگن اگر زردی میبود، بعد از زرد شدن آیست آیست مریض خوب میشد و بیبود میرفت. این نظر به از کدام علت زردی بوده، یا ای که در صورت که اگر پیشرفت کنه سبب از این میشه که به شکل مزمن یا دوامدار، مزمن به ایمان از زماندار دوامدار امی التهاب پیش میره و سبب سختی و فبروز جگر میشه، میتونه سیروز جگر که مرحله
یک قدم پیشرفته دیگه هست به او به انجام و در نهایت امکانه به وجود آمدن سرطان های جگر یا هپاتو سلولار کارسینوما پیش مریض به وجود میاد. چطور می فهمیم که یک جگر صدمه درش وارد شده و چی وقت می بینیم که در جگر و وظیفه های خود یعنی مشکل در وظیفه جگر پیدا شد؟ چهار ماینه که در بالا ذکر است که عبارت است ALT یا آلانین ترانس امینیزس که در سابق به نام SGPT می گفتنش، ماینه AST که اسپرتات امینو ترانسفرنس است که در سابق به نام SGOT می گفتنش، الکلین فاسفتاز یا بیسیک فاسفتاز و همچنان بیلروبین. وقتی که اینا بلند میره در ماینه خون مریض به این معنی دلالت میکنه که صدمه در حجرات جگر موجود شده، یعنی به وجود آمده. همچنان بلند رفتن یا کاهش تولید بعض فاکتورها مانند کاهش تولید آلبومین، کاهش تولید فاکتورهای تعثری یا علاقه خون که اگر اونا کم شوند خون میتونه پیش مریض زیاد زودتر خون ریزی به وجود بیاد، یا ای که آلبومینش کم شد مریض وزن میبازه، تولید پروتین کم میشه، فشار آنکوتیک پیشان پایان میاد سبب به وجود آمدن اودایما میشه، سبب به وجود آمدن اسایتس یا آب زیادگی در شکم میشه که اینا تماما در متاستای خون اگر دیده شده که وقتی پایان بیاید آلبومین و همچنان PTT پروتروبین تایم اینا نشان دهنده از این است که فیصدی وظیفه حجرات جگر کاهم شدن. همچنان بیلروبین میتونه بالا بره و تغییر در سوی بیلروبین هم در نشان دهنده صدمه به جگر است و هم نشان دهنده کاهش وظیفه جگر است یا کم شدن وظیفه جگر است. در علتاش گفتم ویروسی یا آنتانی یا سرطومون ویروس ها دیجه رول هم داره که بارد از هیپاتایتس ویروس ای یا مو زردی سابقه ما که به سبب زرد می شدیم و جور می شدیم، هیپاتایتی بی زردی سیا می گفتنش یا می گنش، دلتا ویروس، نن هی نن بی ویروس یا انواع مختلف دیگه هیپاتایتس سی، دی، ای، اف و ویروس های جدید دیگه، سایتومایگالو ویروس، افستن بار ویروس، ایچ اس وی یا هرپس زوستر ویروس، روبیلا و یلو فیور، اینها همه ویروس هایی هستند که میتونن سبب زردی یا هپاتایتس شوند. علت غیر ویروسی از این عبارت از علت عمدهش در جامعه غربی الکل است که این هم سبب به وجود آمدن هپاتیت میشه. ادویه مانند استفاده زیاد پاراستامول در صورتی که مریض به صورت دوامدار و مقدار زیاد بدون تست کردن وظایف جگر از ایزینیازید که دوای تیبرکلوز است استفاده کنیم. کلوپرمازین همچنان ده. و یک لیست مکمل هست که در سلاید بعدی ما کوشش میکنم او را هم داشته باشم. بعض زهرها یا توکسین ها مانند کاربون تتراکلوراید که در سابق در اروپا البته امریکا و اروپا ای را در مایات شوینده استفاده میکردن در یه آخر به خاطر کمی مشکلی که داره ای را از بین بردن که میکنم از 1990 یا 89 بود که ای استاب شد در تولید مایات شوینده در اروپا. این لیست مکمل از دواهایی است که سبب به وجود آمدن هپاتایتس یا سبب مشکل در وظیفه جگر و تاثیر برای جگر دارد. چه قسم میتونیم اولتراساوند از نظر رادیولوژی از نظر معایناتی که در تصویر میگیریم ببینیم؟ آیا کدام معاینه وجود دارد تا بتانیم ما هپاتیت توسط زو تعیین کنیم؟ یعنی مثلا معاینه تشخیصی هم. البته معاینه وظیفوی جگر هست در خون دیده میشه که وظیفه جگر مختل شده و بعضی از معایناتی که به نام لیور فانکت داخل لیور فانکشن تست است که گفتیم غلط است یا AST است اونا بلند رفته و جگر نمیتونستن تولید کنه فاکتورها را و یا بیلروبین پایان آمده. آیا ما از کدام معاینه تشخیصی دیگه داریم که میتونیم؟ اگر بگویم که معاینه وصفی که بگویم خاص برای تعیین هپاتیتس از نظر رادیولوژی وجود نداره. بعضی از علامات ما میتونیم تا اولتراساوند، تا CT و همچنان تا MRI معاینش ما ببینیم که نشان دهنده است یا یک راه را نشان میده که امکان هپاتیت هم رد نمیکنه
هستم. این خاطر ای به این خاطر ماینات متمم گفتمش، یعنی ماینات تکمیل کننده است که در صورتی که کانستلیشن یا به صورت عموم امو علتهای دیگه هم دلالت به امی هپاتیت کنه، ای هم کمک کننده است و یک قدم را برای تشخیص میگذارم. منظره هپاتیت در اولتراساوند به صورت غیر وصفی است. تغییراتی که در جگر به وجود میاد اونا عبارت از بزرگ شدن جگر است که ما این چی وقت باید به استاندارد باید تعیین کنیم که کدام جگر نرمال است، کدام جگر بزرگ است و کدام جگر کوچک است. به صورت عموم اگر از قسمت متوسط ترقوع، اگر ما ترقوع یا این می استوان بیل چیز میگن بلک شانه را به فارسی میگن بلک عقب است، میگم در پیش رویش برام ترخوه یا کلاویکولا میگیم، از قسمت وسط کلاویکولا ما پروب خانواری شکل بالای جگر قرار بدیم و فاصله بین کرانی و کاودل اما فاصله جگر را تعیین کنیم. اگر از 15 شاید 5 سانتی بزرگ بود میگیم جگر بزرگ شده. دیگه همچنان به خاطر که در هپاتیت اودیما در حجرات جگر با وجود میه، اودیما با این مانا داخل شدن مقدار زیاد آب، یعنی وقتی که میپنده جگر آب زیاد میشه دهش، به او خاطر نسج ازی در اولتراساوند نسج جگر نسبت به نسج جگر نرمال کم سیاتر معلوم میشه و وقتی که نسج جگر سیاه شد رگها و رگای صفرایی که در اوج هست اونا زیادتر سفید معلوم میشه. این منظره را به نام مزمره منظره آسمان پرستاره میگن یا Starry Sky Appearance. که اگر در پیش موجود مریض موجود بود میتونیم بگویم که امکان هپاتایتیس یا التهاب جگر پیش مریض موجود است. علامه زخیم شدن دیوار کیسه صفرا هست که در اینجا بعضی حالات میتونیم این را هم ببینیم اما این وصفی نیست. ای حالت میتونه در مشکل کیسه صفرا یعنی در صورت کولسیستایتس یا التهاب کیسه صفرا خودش موجود باشه زخیم شه. اطراف پورت ها یعنی ویریدای پورت ها میتونه اودایمایی شه. وقتی که اودایما شد مقدار سیاهی در اطراف رگای پورت ها ما میتونیم ببینیم که پیری پورتال اودایما یا اودایمای پیری پورتال رو رد میکنه. مثال در اینجا نسج جگر نسبت به نرمال کم سیاه‌تر است و از طرف دیگه رگای شریانای که در اینجا دیده میشه و شکل ستاره ستاره در یک آسمان کم رنگ ما داریم که ببینیم که نشان دهنده استاری اسکای اپیرنس پیش مریضی که احتمال هپاتایتیس پیش موجود است دیده میشه. از نظر فاصله ای که ما میبینیم مید کلاویکولر لاین 15.5 سانتی متر بالاتر اگر بود میگیم جگر بزرگ است. البته سیستم ها به خاطر اندازه گیری جگر فرق میکنن، نظر به ایست که در باکلای سیستم با کدام سیستم ما میتونیم به صورت خوب و دقیق ببینیم و نسبت به دیگر سیستم ها و یا طریق های ما اندازه گیری کدام حالات ما بهتر میتونیم ریپرودوس کنیم و تولید کنیم در هر مریض. پریپورتال اودیم یک منظره کوچک و خط ضعیف هایپوئکویک در اطراف ورید پورتا یا سیستم پورتی پورتا را میتونیم در جگر ببینیم. در سی تی اسکن چی رو میبینیم؟ در سی تی اسکن تغییرات غیر وصفی است. به این معنا همون چیزی که در اولتراساوند گفتیم کبد بزرگ میشه، کبد اودیمایی میشه و همچنان میتونه اطراف کبد بعضن به خاطر که التهاب موجود است عقدات لنفاوی دیده شن. بزرگ بودن کبد در اون وقت باز به شکل خط کرانیو کاودال وقتی که ما در ببینیم از 15.5 سانتی متر در خط متوسط ترقوی اگر بزرگ بود میگیم هپاتومیگالی داره مریض. همچنان هایپودنس میشه به این معنا که مقدار آب وقتی که بالا میره در سی تی ما آب کم رنگ میبینیم، به این خاطر رنگ کبد سیاتر میشه. امکان دیدن اودیمای پریپورتال موجود است و ای همو حالتی هست که اطراف وین پورت ها مقدار آب زیادتر از به خاطر هم پریپورتال ها در ایجا میتونیم.
فقرات لنفاوی چیزی است که ما میتونیم میره در سه بود در سی تی ببینیم. خوبی سی تی ای است که تصاویر اولتراساوند مربوط به تجربه دکتر دور از اجرا میکنه میباشند، اما در سی تی ما تصاویر سه بودی داریم که همیشه ثابت است و میتونیم به خوبی عین تصویر در هر جا برای هر شخص نشان بدیم و عین نتیجه را میتونیم از سه شخص مختلف بگیریم. حالا که اولتراساوند یوزر به اصطلاح کسی است معنی است که واسط شخص مربوطهش اجرا میشه که فرق میکنه از شخص A تا شخص B یا انترپرسونال وریشن خیلی زیاد است. در امارای چی میبینیم؟ در امارای میبینیم که سیگنال نسج کبد در T1 و T2، T1 در حقیقت نسج آب در اوجه کم نشان سیاه نشان میده، اما در T2 آب زیاد نشان میده. سیگنال در ایجه بلند میره، نشان دهنده او دای ما هست. بلند رفتن سیگنال در T2 در اطراف ساحه پورتا های نمو پیری پورتال او دای ما به خود برای ما نشان میده. همچنان کانترست، بعد از اینکه در T1 کانترست میتیم در اطراف پورتا آیسته آیسته کانترست جمع میشه و این جمع شدن از او هم در مراحل تاخیری خوبتر به مشاهده میرسه. از طرف دیگر اپاتیت میتونه از نظر ای که با چربی جگر فرق شوه، باید در این صورت باید ما این فیز و اوت آف فیز T1 سیکونس داشته باشیم که در اوج تغییرات که اگر بخوایم فرق کنیم با چربی جگر میتونیم از این دو فیز استفاده کنیم. بخش دوم که میخوایم در موردش گپ بزنم سیروز جگر است که بسیار معنی بخش عمده هست، بخشی است که خیلی مهم است از نظر عواقب ازی، از نظر تداوی و ازی و همچنان مشکلی که به مریض پیدا میشه، چون مرحله آخری قبل از به اصطلاح ختم وظیفه جگر است که باید زیاد مریض های ما وقتی که بایی کوشش نکنیم اول بایی سطح میرسه، وقتی که میرسن هم باید هم بایشان کمک کنیم. سیروز جگر چی است؟ عبارت از یک مرض مزمن جگر است که در اوج اوجرات جگر نهایتاً آهسته آهسته از فعالیت باز میاد. در سیروز جگر کوشش میکنه که یک اندازه ترمیم بکنه ساحات تخریبی را و همچنان ساحاتی که مکمل تخریب شده اونا فیبروتیک میشن. این نتیجه به شکلی است که در جگر بعضی از غدوات یعنی ساحات غدمانند که از نسج جگر ساخته شده که به حساب ریجنراتیو نودول میگن ساحات به وجود میاد و بعضی ساحات هم فیبروتیک میشه. اگر اینا کوچک باشه منظری مایکرو نودولر سیروز داره، اگر این نودول ها بزرگ شوه ماکرو نودولر سیروز دیده میشه. سیروز علت عمده مرگ و میر در امریکا در حدود علت عمده مرگ و میر میآید که علت اساسی از او برای سیروز عبارت از الکلیزم است. در آسیا برخلاف انتانات خصوصا التهابات ویروسی جگر که هپاتایتس وایرال هپاتایتس است به اصطلاح زردی علت عمده سیروز جگر تشکیل میده. بعضی حالات ابتدایی دیگه هست مانند پرایمری بیلیری سیروسیس، پرایمری سکلروسین کولنجایتیس و استفاده توکسین، استفاده دوا، بعضی حالات پارازیتیک مانند شیستیزوزمیاسیس و همچنان آوتو ایمون اپاتایتیس هم میتونه در نهایت منجر به سیروز جگر شوه. حالات که در اوج مثلا بعضی انزایم ها کم است، الفا 1 انتیتریپسین دفیشنسی که پیش مریض بر علاوه تغییرات در جگر همچنان تغییرات سیستیک در شش ها وجود میاد، امراض ذخیره گلوکوژن، امراض ذخیره آهن یا هموکروماتوسیس و ویلسن دیزیز یا مرض ذخیره کپر یا مس که در اوج تمام وجود ای مولکولا و ای مواد ذخیره میشه و به صورت عموم جگر یه صدمه زیادتر میبینه. سیروز در کدام معاینه چه قسم دیده میشه؟ در اولتراساوند چی میبینیم در سیروز؟ در اولتراساوند
تصاویری که ما از اولتراساوند سیروز جگر میگیریم بسیار پسفی هست به این معنی وقتی که سیروز تحسس میکنه و همین نیدول ها با وجود میاد اگر مایکروس یا مکرو است و خصوص مکرو اگر باشن ما تغییرات در سطح جگر میبینیم یعنی در قطع از زیر کپسول جگر اگر از بالا ما اولتراساوند سرش ببانیم ببینیم کپسول جگر نرمال بسیار صاف نرمال است اما کپسول سطح جگر سیروتیک اینا فقط سرکای افغانستان بالایی و پایینی دارن به این معنی که نودولر تی دیده میشه که نشان دهنده از این است که دیگه تخریب و ترمیم صورت گرفته در این جگر دیگه از نظر ایکوجنیسیتی یعنی چه قسم از اولتراساوند صدا چه قسم در جگر میره و دوباره پس اهتزازات از چه قسمی بیاره جگر در مراحل ابتدایی میتونه اوزایمایی باشه و بزرگ باشه و او خاطر ایکوجنیسیتیش پایان است اما وقتی که سیروزم تحسس کرد در او صورت ایکوجنیسیتی جگر به شکل درشت و مختلط میباشه زیادتر به طرف سفید رنگ شدن و ای که نمیتونیم درست فرق کنیم رگاره نمیتونیم درست فرق کنیم سیستم پورتا و شریان و ریگای جگره که به اون شکل ایکوجنیسیتیش بلند است دیده میشه یعنی در شکل کورس ایکوجنیسیتی داره اندازه گفتم در قدم اول زیاد است اما وقتی که تحسس میکنه جگر میتونه تکمش کنه و تکمش زیادتر به لوب طرف راست جگر زیادتر دیده میشه و وقتی که لوب طرف راست خرد شد نسبت لوب تب نسبت به راست زیادتر میشه و همچنان یادآور شویم که قسمت لوب کوتیت یا لوب یک یا بخش سگمنت یک کبد اون بزرگتر است نسبت به دیگر سگمنت ها بزرگ دیده میشه سطح کبد گفتیم وقتی که نتانست جگر درست تولید پروتین کرد به خصوص البومین اسیایتس یا مایی در داخل بطن وجود میاد فشار پورتا میتونه بلند باشه که ایره هم توسط اولتراساوند به خوبی میتونیم ببینیم اولتراساوند اگر ما بازایی 45 درجه بالای قسمت پایانی با قسمت یعنی در پایانی صدر با زاویه 45 درجه در خط متوسط ترقوی قرار به تیم میتونیم پورتا را ببینیم باز هم بگم نزد هر مریض فرق میکنه چون میتونه تکمش سبب ازیشه و که فرق اناتومیک در اوجه به وجود بیه وقتی که ما پورتا را پیدا کردیم و در اوجه توسط کالر داپلر و داپلر ما سیگنال اگر بگیریم از 20 سانتی متر فی ثانیه فشار میتونه یعنی سرعت زیاد باشه و فشار بالا رو دلالت میکنه وقتی که واریدای ثانوی در سبب باز شدن کلاترال ها قابل رویت باشه میتونیم اون رو هم توسط اولتراساوند ببینیم که اطراف پورتا اطراف تحال و میری میتونیم این واریدها رو به خوبی مشاهده کنیم میبینیم منظره اولتراساوند جگر سیروتیک قرار گفتم اولا ببینیم آب یا اسایتس دیده میشه سطح جگر شکل کورس یا نودولر دیده خود ایکوجنیسیتی از کورس است نمیتونیم فرق کنیم کجا رگ است کجا سیستم صفراوی است و کجا هست یعنی دیتیل از بین میره موقع میفهمیم که جگر تا این اندازه است اینجا آمده سطح جگر مثال دیگهش جگر کوچک شده هایپر ایکوجینس نودولر سطحش نودولر است و اسایتس دیده میشه در قسمت خودم جگر کوچک است اسایتس داره و این نشان دهنده ادوانس لیور سیروسیس هم میکنه اسایتس هست هایپر ایکوجنس کوچک شده و تکمش کرده در سی تی سکن چه قسم میتونیم سیروز ببینیم سی تی هم مانند اولتراساوند تغییرات وصفی خود داره که عبارت از باز هم گپ هست سطح جگر میتونه که نودولر باشه میتونه کلاترال تشکیل شده باشه میتونه نودولای رژینتیف با وجود بیه میتونه میراقات هایپر واسکولر یا در حقیقت هیپاتوسلولار کارسینوما میتونه دیده شده همچنان اتروفی یا فیبروز فوکال
میتونیم در وضع در سایل سیروز جگر پیش مریضا ببینیم. نقطه ای که بسیار مهم است، این مریضا از خود یک خطر بسیار بزرگ دارن. اینا با سرطان میرقی یا به حساب هیپاتوسلولار کارسینومای جگر مصاب میتونن به خوبی شوند. در حد 10% مریض هایی که سیروز جگر دارن میتونن هیپاتوسلولار کارسینوما را در سایر در مدت 2 سال نشان بدن از خود، که این خودش منجر به مرگ مریض میشه. در صورتی که آفات هایپرواسکولار باشه، باید ما نیاز به این داریم که سی تی را در 3 مرحله اجرا کنیم، حداقل در 3 مرحله: مرحله آرتریال، مرحله وینل و مرحله دیلیت فیز. در ایالات باید در حدود 3 دقیقه اگر ما اجرا کنیم بعد از گرفتن کنتراست در مرحله دیلی خود، در این صورت ما میتونیم بسیار به خوبی تغییرات هایپرواسکولار را با واشاوتش و از بعض حالات دیگه میراقی مانند فوکل نودولر هایپرپلازیا و ادینوما هست از اونا تفریق کنیم. اینجا جگر یک مثال است که دیم. ما اگر تغییر بتم در این مثال جگر مریض بس قسمت راستش کوچک شده، قسمت جگر یعنی لفت لوب جگر بزرگ است، لوب کوادرات بزرگ است، اما لوب بزرگ نرمال طرف راست کوچک و اتروفیک شده. یک ساحه هایپو دنس در قسمت عقبی طرف راست موجود است، همچنان پیش مریض اساییتس موجود است، خیال آب است، خیال آب است و آب ایجا موجود است، یعنی دلقت پروتین تولیدش بشی مریض با مشکل دچار است. امکان داره که واسکولار یعنی با حساب واریدای کلاترال پیشان دیده شده. اینجا دو مریض که امی این مریض است، فکر میکنم که با دو وقت مختلف کنتراست دیجه است. قسمت بالا ای آرتریال فیز است یا فیز آرتریال است که در اینجا دیده میشه که ساحات در اول جگر خودش کوچک شده، دویی که سطح جگر نودولر است، سهی که بعض ساحات هایپرواسکولر شاید دیده شود، 4 ورید پورتا ببخشید ورید کلاترال باز شده، ورید کلاترال در نزدیک به تحال باز شده و در ساحات اطراف میده میبینیم ورید های معوج رقم واریکوز بین یا واریکوز واریدی اینجا باز شده به خاطر که فشار داخله سیستم پورتا بلند است. مرحله دیلیت فیز است یا مرحله واریدی است که حتی در این مرحله میبینیم یک ساحه هایپودنس دیگه دیده میشه که نشان دهنده واش اوت است یا رفتن کنتراست. این ساحه است که ساحه مشکوک بر ما به HCC یا هیپاتوسلولار کارسینوما میکنه. ساحه پریپورتال همچنان این کنتراست ازش رفته، میبینیم دهیج تحال است و همچنان عوارید های معوج در اطراف میده و تحال دهیج دیده میشه. همچنان نودول های ریجنراتیو میتونیم در سی تی ببینیم. این مریض همچنان پیشش سیروتیک لیور دیده میشه چون سطحش نودولر است، هایپو در حقیقت هیتروجن هایپو دنسیتی و نارمال دنسیتی پیشان موجود، ساحات ریجنراتیو نودول به شکل نارمال و ساحاتی که تخریب شده شکل هایپو دنس دیده میشه که اینجا هم مشکوک با ساحات مشکوکی هستن. همچنان مریض ما یک سپلینومگالی بزرگ و بارز داره و واریدات اطراف جگر دیجه به شکل بارز دیده میشه که عبارت سمو واریدای کلاترال است. اینجا در 4 مرحله پیش مریض جا شده که در قطع عبارت از یک سی تی بسیار خوبه است که باید 4 مرحله: مرحله قبل از کنتراست، مرحله آرتریال کنتراست، واریدی و مرحله دیلیت یا مرحله بعدی است. در مرحله قبل از کنتراست ما میبینیم که آیا کدام کالسیفیکشن هست، یعنی آیا کدام مشکلی هست که در با کنتراست او از ما پنهان شد، مثلا کلسیفیکیشن.
دیج خیال هایپودنس در قسمت لوب چپ کبد دیده میشه که در مرحله آرتریال اندازه زیادتر کنتراست نسبت به ساحات دیگه میگیره. در مرحله ونوس کنتراستش آیسته از قسمت مرکزش از دست میتر، حالا که قسمت های دیگه کبد کنتراست دیگه به خود میگیرن. در مرحله دیلیت کنتراست از مرکز از دست داده ولی در کپسول خود نگهداری میکنه که یکی از دلایل است که نشان دهنده از است که اینجا ساحه مشکوک و هیپاتوسلولار کارسینوم است. البته باید پیش این مریض یک سیروزیس یا یک علت قبلی برای از این مشکل HCC موجود باشه. در امارای چی میبینیم؟ در امارای اگر تغییرات مورفولوژی که در سی تی دیدیم تقریبا عین همو تغییرات ما در امارای هم میبینیم، اما امارای برای ما کمک میکنن تا فرق کنیم نودولای ریژنراتیو همو نودولای که ساخته شده به خاطر که مشکل کبد کم کنن و جرات کبد میسازن و یا نودولای که دیسپلاستیک هستن یا HCC یا ساحات میراقی سرطانی. نودولای ریژنراتیو منشه وایی وریدی دارن و به او خاطر در انگام کانترست در وقت آرتریال فیز کانترست نمی گیرن بلکه در حالت وینوس فیز اونها کانترست می گیرن و مثل یک قسمت نرمال از جگر کانترست پس در مرحله اطرایی یا مرحله تاخیری از دست می دن. نودولای دیسپلاستیک چی هستن؟ اونا در وقت شریان یعنی فیز شریانی کانترست می گیرن، در مرحله وریدی شاید دست بتن و در مرحله دیلیت شاید زودتر رو دست بتن به خاطر که سیستم وریدیشان جور نیست مثل دی سیستم همه قسم کانترست ایش میاد پس همه قبل زودتر این فرصت دست میده. فقط در ساحه کپسول از اینا در مرحله تاخیری میتونه کانترست جمع کنه چون اونجا میتونه نگهداری شوه اندازه کانترست و مدت بیشتر و امو است که فرق میکنه اینها از نودولای ریژنراتیو. وقتی که ما یک ساحه که دلالت به HCC یا هیپاتوسلولار کارسینوما کنه باید او را دقیق مطالعه کنیم، باید تداوی شوه. تداوی از او اگر واحد باشه یک دانه یا دو دانه باشه میتونه اساس کیمو ابلاشون شوه یا ای که ترمو ابلاشون شوه که سوختانده شوه یا از بین بره یا میتونه ریزکت شوه قطع شوه و همچنان مریضایی که بهشان سیروز جگر هستن حداقل هر 6 ماه یک بار باید توسط اولتراساوند کنترل شوند تا ای که از اینمی حالات سرطانی اگر بهشان به وجود میاد در وقت زمان معین پسشان ازشان تداوی شوند. بهشان به خاطر از ای که درست یافات میراقی را بهش از این مریضا بفهمین باید رادیولوژیکلی از نظر رادیولوژی چه قسمی را طبقه بندی کنیم اینا را توسط یک سیستم طبقه بندی به نام لایرات زیاد میکنن. ما از اون طریق طبقه بندی میگیم که در اوج اندازهش بزرگ شدنش نظر به ای که در کنترل قبلی و فعلی چقدر بزرگ شده و یا ای که چه تغییرات وصفی را ای حالات فوکال داره توسط لایرات ما میتونیم یک این را درست طبقه بندی کنیم و کسی که میخواید که این مورد جاتر بفهمه برش میتونم بگویم که اگر اونا این کلمه را در گوگل سرچ کنند میتونن معلومات بسیار زیاد را در مورد طبقه بندی رادیولوژیکی یا آفات میراقی نزد مریض های سیروتیک جگر به دست بیارن. موضوع برنامه بعدی یا قسمت بعدی عبارت جگر چرب می باشد که من کوشش میکنم این در یک لکچر دیگه با امراض ذخیروی یک جا بیان کنم. حالا فعلا از شما از اینکه وقت نگرفتم و تشکر میکنم. امیدوار هستم اگر لکچر براتان مفید بود و مفید واقع شده باشه این با دوستایتان و کسایی که ضرورت دارن، کسایی که میفهمین که نیازمند این معلومات هستن برشان بفرستین. همچنان صفحه ما را در یوتیوب فالو کنین چون یه برای کلگی میگه ما هم حالا مجبور هستم بگویم اگر لایک میکنین رسمی لایک کنین، اگر فالو میکنین فالو کنین و اگر سابسکرایب میکنین اون تکمه سرحکه بزنین سابسکرایب شد. تا لکچر بعدی خداحافظتان، تشکر از توجهتان و شب روزتان خوش.